سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید امروز پنجشنبه 24 ماه اقرب سال 1397 است من جکفر احمدی میزبان شماستم افغانستان یالات متحده امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به یک رشته توافق دست یافتند که به پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد. این را یک مقام حکومت این کشور گفته است. مقام های این چهار کشور به تازگی در ابوظبی روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. حکومت افغانستان نسبت به نشست در پیوند به پروسه صلح افغانستان به میزبانی امارات متحده عربی ابراز خوشبینی کرده است این نشست به اشتراک زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان پریشب در ابوظبی برگزار شد حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم در این نشست حضور داشت اعضای جلسه به یک توافقاتی که بتواند خواستای بر حق ملت افغانستان را برای تامین صلح و ثبات بر رهبری مالکیت افغانها ها تامین نماید دست یافتند و متحد شدند که دولت و مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار همکاری می کنند وزارت خارجه امارات متحده عربی با پخش خبرنامه گفته است که روی برخی مسائل در مورد پروسه صلح افغانستان توافق حاصل شد اما این وزارت در مورد توافق ها چیز بیشتر نگفته است انتظار می رفت خلیلزاد پس از نشست ابوظبی به پاکستان برود اما بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی سفر این هفته ای او بنابر بعض ملحوظات به تاخیر افتاده است لوی سارنوال عربستان سعودی خواهان اعدام پنج تن در پیوند به قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی شده خاشقجی در دوی اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد. روی سارنوال عربستان سعودی امروز خواست که پنج تن در پیوند به قتل خاشقجی اعدام شد. از جمله هجده فرد بازداشت شده در پیوند به این قتل یازده تنشان متهم شدند. ما خواهان مجازات مرگ برای پنج فرد شده ایم که دستور دادند و در قتل دست دارند. معاون سابق استخبارات سعودی که تراح اصلی قتل خاشقجی دانسته شده در میان بازداشت شده ها شامل است عاشراً ان الجثه بعد لوی عربستان سعودی از ترکیه نیز خواسته است که شواهد در خصوص این قتل را با آنها شریک سازد ترکیه گفته است که نوارهای سعودی ثبت شده از جریان قتل خاشقجی را در اختیار ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگر گذاشته است خاشقجی که برای روزنامه واشنگتن پست کار می کرد گفته می شود که به خاطر انتقادهایش از رژیم عربستان سعودی کشته شد. تیریزامی صدر اعظم بریتانیا صبحش را امروز با خبرهای ناخوشایند آغاز کرد. چندین وزیر کابینه و در مخالفت با طرحش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت استعفا کردند. این مخالفت ها شرایط را برای خانم می دشوار می سازد تا رأی پارلمان را برای تایید برگزیت بگیرد. تریزا مه پس از که رفتن چند عضو کابینه اش امروز گفت که از پارلمان بریتانیا خواهد خواست تا به خاطر منافع ملی از برکزیت حمایت کند او افزود زمانی که روی معامله نهایی توافق شد آن را به پارلمان راجع خواهد ساخت دومینیک راب وزیر برگزیت ایستر مکوی وزیر کار امور بازنشستگی و اشایل شوار وزیر امور ایرلند شمالی یکی پی دیگر امروز استعفا کردند خانم می دیروز جلسه را برای کسب حمایت اعضای کابینه از پیشنویس طرح او در مورد برگزیت برگزار کرد. او پس از پنج ساعت بحث اعلام کرد که پشتیبانی کابینه را از این طرح به دست آورد بریتانیا در جون سال 2016 یک همپرسی را در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزار کرده بود. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید جای برای امپراتوری و تجاوز در منطقه هندو پاسیفیک وجود ندارد. مایک پنس این سخن را امروز در مراسم گشایش جلسه سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا اسیان در سنگاپور گفت. گفته می شود پنس این سخن را با اشاره به نفوذ روزافزون بیجنگ و گسترش حضور نظامیش در دریای جنوبی چین ابراز کرده است. مایک پنس در این اجلاس به گونه مشخص از چین نام نگرفته اما تاکید ورزید که کشورهای کوچک و بزرگ همه باید اجازه داشته باشند تا در منطقه هندو پاسیفیک بر اونق دست یابند و افزود که هر کشور باید به همسایه هایش محترمانه ها برخورد کند لی کینگ یانگ صدر چین در این اجلاس تلاش میورزید تا به همسایگانش اطمینان بدهد که از لحاظ اقتصادی و نظامی تهدیدی از سوی چین متوجهشان نیست او در این ملاقات با رهبران آسیان از آنها خواست تا در جهت بهبود وضعیت بازارهای جهان که در نتیجه سیاستهای تجارتی امریکا متاثر شدهاند چین را یاری رسانند پیش از آغاز نشست رهبران 18 کشور معاون رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد طرح واشنگتن برای خروج از پیمان سلاحهای هسته‌ای برد متوسط و ایران از مسائل مورد بحث بین مایک پنس و ولادیمیر پوتین خوانده شده است. و دو ستاره مشهور سینمای بالیوود سرانجام ازدواج کردند. مراسم عروسی دپیکا، پادوکان و رنمیر سنگ در ایتالیا برگزار شد. پنج سال پیش به هم دل بسته بودند. مراسم عروسی دیپیکا پادوکان و رنویر سنگ در یک جزیره دورافتاده در شمال ایتالیا برگزار شد. مراسم ازدواج این دو ستاره دیروز آغاز شد و امروز هم ادامه یافت. رسانه ها اجازه نیافتند تا از نزدیک تصویر برداری کنند. پاروکان و رنویر در سه فیلم به گونه مشترک نقش بازی کردند. رام لیلا نخستین فیلم مشترکشان در 15 نوامبر سال 2013 به با بازار آمد. مراسم ازدواجشان هم دقیقا در همین روز و ماه برگزار شد. استدیوی آزادی را همیشه در صفحه اینترنت و فیسبوک ما تماشا کرده می توانید از همراهیتان تشکر خدا نگهدار